به نام خدا. سلام علیکم، مهدی توتونچی هستم و اینجا برنامه نوروز فوتبالی فصل ششمه که اومدیم همراه شما بهترین ها رو انتخاب کنیم در فصل قبل، یعنی سال 1400، که امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی بکنید. تقدیم میکنیم برنامه امروز رو هم با افتخار و احترام به همون دسته از عزیزان و علاقمندان و فوتبالیستانی که وقت گذاشتن ما رو تماشا کنن. امیدوارم تا انتها تماشامون کنید و اونایی که الان دور هم هستید، دارید آجیل به حال تخمه، میوه، شیرینی میل میکنید با چای یا نسکافه، جای دیگه نزنید، هیچ جای هیچ خبری نیست، هرچی هست همینجاست. آقای ما عرض سلام و ادب خدمت شما، امیدی خوشتی سلامت باشی، ان شاءالله که برقرار بشه. گفتم جای دیگه نزنید، چه خبری نیست، خندیدی چرا؟ چون الان خونه شما کسی نوروز فوتبال نگاه نمیکنه. نه آقا نگاه میکنم. ای خب خدا رو شکر. چون الان تو خونه ما نوروز فوتبال نگاه نمیکنن. ای بابا. آره. حالا که نگاه کنم. من عرض سلام و ادب داشته باشم خدمت بینندگان عزیز شبکه ورزش. افتخار این رو داریم که پیش روی شما عزیزان هستیم با برنامه نوروز فوتبالی. امیدوارم که ببینید، لذت ببرید و این حاصل تلاش همکاران بنده هستش، تیم تولیدی که سعی میکنن با آیتم های جذاب، با بخش های جذاب، مهمان جذاب و ارتباطی که داریم، مهمان حضوری هم داریم، مهمان اینترنتی هم داریم، یک برنامه جذاب و خلاصه خلهوش 90 دقیقه با شما باشیم و افتخاری است که شما شبکه ورزش و برنامه نوروز فوتبالی رو برای تماشا انتخاب میکنید. بله، قرن جدید، سال 1401. من تو بخش قبلی گفتم خانواده نوروز فوتبالی نگاه نمیکنن، الان پسرم سری پیام داد گفت بابا من دارم میبینم. شوخی کردم بابا جان، میدونم. یکی از شبکه ورزش ببین های همراه همین آقا رادان ماست که 24 ساعت داره، اصلا زنده باشه خدا همه بچه‌ها رو حفظ کنه. از فرمول 1 میبینه، تنیس میبینه، خلاصه کرلینگ میبینه، فوتبالی هم آره فوتبال هم میبینه، خودش که رشته‌شون فوتباله. بله خودش هم فوتبال بازی میکنه. به هر حال امیدوارم زنده باشید، خدا همه پدر مادرها رو، خدا همه فرزندا رو حفظ کنه. در قرن جدید مراقب هم دیگه باشیم، ماسک بزنیم و تماشا کنیم تا انتهای برنامه. آقا چه خبر؟ خب بریم راجع به گزینه هافبک. گزینه ما مهاجم در سایه بود دیروز، گزینه ها رو داشتیم اعلام کردیم، خدا رو شکر مشارکت خوب بوده. هافبک تهاجمی یا مهاجم در سایه؟ مهاجم در سایه. آقا مهدی بله، با اسمشو نمیگم اما یه نکته ای داره از بین این گزینه ها با قاطعیت برنده. من فکر کنم تا اینجا کار، یعنی تا امروز نامزد هایی که داشتیم تو این بخش با اختلاف، خیلی با اختلاف دقیقاً، و یک بازیکنی هم هستش که واقعا حالا الحق و الانصاف خیلی هم خوبه، اولین تجربه ملیش رو هم داشته. تا همینجا کافیه، بریم بخششو ببینیم. بفرمایید. استفاده از هافبک هجومی تو تیمایی که با ترکیب 4-2-3-1 به میدون میرن به عنوان مهاجم سایه برای اضافه شدن در فاز هجومی به تک مهاجم تیم و استفاده از موج دوم حملات یه اتفاق مرسوم تو تیمای لیگ برتر 21مه. یه انتخاب سخت برای کارشناسا از بین بازیکنایی که هر کدوم به عنوان مغز متفکر تیمشون در طراحی حملات تیم حسابی موفق بودن و نه تنها آمار خوبی در پاس گل دارن، بلکه زهردارترین بازیکنای زمین برای استفاده از توپ‌های دوم پشت محوطه جریمه حریف به حساب میان. پدیده امسال فوتبال ایران، بازیکنی که سال 1400 رو با سایپا آغاز کرد و به لیگ پایین‌تر سقوط کردند اما به یکی از اولین هدف‌های فصل نقل و انتقالاتی فرهاد مجیدی تبدیل شد. فرصت برای بازیکنان استقلال، دروازه رو باز می‌کنه. امیر حسین حسین‌زاده 21 ساله که امسال تو همه 23 مسابقه فصل برای استقلال به میدون رفته و با 5 گل نقش مهمی در صدر نشینی این روزای آبی‌ها داره. 9 امتیاز سه بازی امسال استقلال با گلای حسین‌زاده به دست اومده. بازیکنی که حالا دومین گلزن جوان تاریخ باشگاه استقلاله که تعداد گل‌های یه فصل خودش رو به عدد 5 می‌رسونه. شکستن رکورد مهدی قائدی و ایستادن پشت سر امید روانخواه که این آمار گلزنی رو در 19 سالگی به دست آورده. شوت زن‌ترین بازیکن استقلال با نرخ متوسط 2.3 شوت در هر بازی فصل و البته دومین بازیکن استقلال در تعداد پاس‌های کلیدی در هر بازی با متوسط 1.6 در فصل 21. تنها بازیکن لیگ که تونسته تا به اینجای کار دوبار بهترین بازیکن هفته مسابقات بشه. کسب نمره عالی 7.14 باعث شد تا حسین زاده خیلی زود به اولین بازی ملی خودش برسه. حضور تو بازی حساس مقابل کره جنوبی در سئول یه سیگنال مثبت از طرف اسکوچیچ برای بازیکن جوان آبی ها بود.
حالا او برای رزرو بلیت سفر به جام جهانی همراه با کاروان تیم ملی هیچ چیزی کم نداره. بله، از جوانان مقاومت بعدش هم که اشاره شد سایپا و دیگه مسیر فوتبالیش کاملا حرفه‌ای دنبال شد و تو تیم ملی پایه‌ها 17 ساله ها و 23 ساله ها هم برامون بازی کرده. بزرگسالان هم که اومد توی زمین و براش آرزو موفقیت می‌کنیم. آقای اماد امیر حسین حسین‌زاده جوان 21 ساله 6 7 دقیقه بازی بهش رسیدش تو بازی تیم ملی، اما همون 6 7 دقیقه کافی بود که شما انگیزه رو توی این جوان موفق و مستعد ببینید. براش آرزو موفقیت می‌کنم. دوستان بنده اگر آمار رو از نگاه کارشناسان برترین هافبک هجومی یا همون مهاجم در سایه، بله ملاحظه می‌فرمایید، آقای آذرپاد 17%، امیر حسین حسین‌زاده 49%، محمد خداوندلو 8%، سروش رفیعی 13%، طالب ریکانی 13%. همونطوری که گفتیم خدمتتون 49%، امیر حسین حسین‌زاده که به اذعان بسیاری از کارشناسان حالا هم توی این پست و هم یه بازیکنیه که آینده بسیار خوبی داره. یه نکته رو میخوام بگم اماد جان، نصف دارا رو به خودش اختصاص داده. از نگاه کارشناسان محسن آذرباد هم که اتفاقا مهمان برنامه نوروز فوتبالی ما در فصل ششم هم بود، جالبه دیگه، بعد از امیر حسین حسین زاده با 17% جایگاه دوم رو به خودش اختصاص داده و سروش رفیع و طالب که در مکان سوم هستن رأی‌های مساوی داشتن. بله، یه نکته‌ای که خب تو متن هم اشاره کردن، امیر حسین حسین‌زاده از تیم سایپای اومد که اتفاقا سقوط هم به دسته پایین‌تر کردن. قابل توجه اون دسته از عزیزان عقلمند و جوانایی که فوتبال رو انتخاب کردن رشته تخصصیشون باشه در آینده، چشم‌اندازشون اینه که بیان یه روز تیم‌های بزرگ استقلال و پرسپولیس رو در مقابل تیم ملی بازی کنن. هیچ وقت ناامید نشید. بله. امیر حسین حسین‌زاده سقوط کرد با تیم سایپا به دسته پایین تر، دوبار ربات صلیبی پاره کرد. آره دیگه، دوبار ربات صلیبی پاره کردن خیلی سخته، خیلی اونم توی این سه. آقا مهدی، کارشناسان بزرگواری که به آقای حسین زاده رای دادن، بله، آقای فریبا، آقای چمنیان، همدانی، برومند، نکیسا، امیرآبادی، مازیار، کمالوند، آشتیانی، مهدوی، همکاران رسانه ما، آقا چیا فؤادی، آقای مدنی، آقای اوجبری، آقا محسن ویتینی، دوباره برای بچهای زحمت کشه. بله. فوتبالی مون سرکار خانم جعفری، ما اتفاقا هم داریم. بله، خانم فرش جعفری گزارشگر خوب مشارکت داشتن. بله. آقای عسیمی، آقای اکبرپور، علی آقا جوادی، زاری اکبری و هادی، سرکار خانم اعظم هادی، آقای خسرو و آقای بابک پورعلی. بله. از نگاه کارشناسان آقای میرزاپور، آقای لطیفی و ملاحظه میکنید سایر نفرات که آقای آذرباد دادن، محمد خداوندلو. بله، هم به این خداوندلو به همیشه بیش نفر. از 60 نفر کارشناس اماد جان. بله، مشارکت کردن برای انتخاب این 5 نفر و در نهایت هم همشون رأی دادن. آرا رو هم دیدید به ترکیب رو ملاحظه می‌فرمایید. اماد دوست دارم چون صدای تو خیلی صدای خاص و ویژه‌ایه. آره، درون دروازه برو بریم. شما بفرمایید. من بگم آخه اینجوری درون دروازه 3-2-3 حسینی، دانیال اسماعیلی، فارسی هاشی، یزدانی، سید جلال حسینی، امید نورافکن، مهدی مهدی پور، میلاد سرلک و الان هافک هجومیمون آقای امیر حسین حسین زاده. ما مربی داره کامل میشه. آره، تیم داره کامل میشه. دوستان سیستممون یا آرایش تیممون هم 4-2-3-1ه. که به حال هافبک هجومیمون امیر حسین حسین زاده پدیده سال و بهترین بازیکن سال هم داریم. آرای کارشناسان رو ملاحظه کردیم. حالا بریم سراغ آرای مردمی. بله. با بیش از 20,000 رأی. بله، آرای مردمی رو ملاحظه می‌فرمایید. مشارکتی که برای انتخاب برترین هافبک هجومی بوده، آقای محسن آذرباد 5%، امیر حسین حسین زاده 61%، محمد خداوندلو 2%، سروش رفیعی 24% و طالب ریکانی 8%. انتخاب مردم و کارشناسان یکی بوده. امیر حسین حسین زاده با اختلاف زیاد و قابل توجه نسبت به رقبای خودش با 61% آرا. اینم از نگاه مردم. بریم ترکیب رو ببینیم. آرای مردمی، آقای سید حسین حسینی همچنان توی دروازه است. اینجا ساله هردانی در سمت راست قرار گرفته. سیاشی یزدانی و سید جلال حسینی هستن همچنان مثل آرای کارشناسای ما. جعفر سلمانی به جای آره دیگه تیم استقلاله. جعفر سلمانی به جای امید نورافکن، مهدی مهدی پور، زبری نیکنفس و امیر حسین حسین زاده هم نفر دیگه است. آره دیگه، یه جوری تیم سید جلال تک و تنها. آره اونجاست و در نهایت مشارکت، چون آرای مردمی مشارکت مردمی اما اما جان بلا فقط تاثیرگذار دیگه، مثلا هواداری سپاهان و پرسپولیس و تیمای دیگه هم مشارکت میکنن. آره تیمای دیگه مشارکتشون رو بیشتر کنن قطعا نفراتشون میتونن اینجا حضور داشته باشن. اینم از آرای مردمی. بخش بعدیمون بریم معرفی کنیم امروز. بله. بخواییم وینگر یا همون بال رو بال راز وینگر
رو معرفی کنیم. نامزدهای مختلف دوستان در طول برنامه معرفی میکنن. شما میتونید از همین بخش اولی که معرفی شده، اولی نامزد 3920 کد مورد نظر هواداری چه میدونم بازیکن مورد علاقتونه، نمیدونم رفیقتونه، هر کی که سلیقتونه، آره سلیقتونه، به قول عماد با لاتین تاکید میکنم عدد گزینه رو لاتین به 3920 ارسال از یه خط خونم بگید. از یه خط هم یه بار میتونید پیامک ارسال کنید. اونایی که چند تا خط دارن الان به کارشون میاد، مثلا گزینه 1 و 2 دو تا بازیکن مورد نظر، از یه خط به یه بازیکن، از یه خط به یه بازیکن دیگه. بفرمایید. برترین وینگر لیگ برتر در سال 1400 فرشاد احمدزاده سپاهان، وحید امیری پرسپولیس، مهدی ترابی پرسپولیس، سعید صادقی گلگهر، مهدی قائدی استقلال، کوین یامگا استقلال. شما می توانید با ارسال کد مورد نظر به شماره 3920 و یا از طریق اپلیکیشن تلویزیون در این نظرسنجی شرکت کنید. بله، خیلی متشکرم که همچنان ما رو تماشا میکنید. یه توضیح خیلی مختصر و مفید بگم. آقا الان میگم مثلا چرا چپ رو گذاشتین راست رو گذاشتین چپ، چرا قیمه ها رو ریختین تو ماسا یا نه ماسا رو ریختین تو قیمه. قاطبه بازیکنایی که اینجا هستن توانایی بازی کردن تو پست های مختلف رو دارن. نمونه مشخصش آقا وحید امیری تو خط دفاع چپ راست همه جا بازی میکنه. پس از بین تعداد نفراتی که اینجا هستن، نامزدهایی که هستن، فرشاد احمدزاده 1، وحید امیری 2، مهدی ترابی 3، سعید صادقی 4، مهدی قائدی 5 و کوین یامگا، اینها تمام افرادی هستن که چند پست رو به راحتی میتونن بازی کنن. از این 6 تا ما دو نفر رو انتخاب میکنیم دوستان با رأی مستقیم شما. بازم تاکید میکنم عدد گزینه مد نظرتون رو به 3920 ارسال کنید، به صورت لاتین هم ارسال کنید. از هر خط تلفن همراه فقط یک بار یک رأی محاسبه میشه که امیدوارم دقت بفرمایید. فرشاد احمدزاده بازیکن مورد علاقه برانکو در ترکیب پرسپولیس همیشه بود، الان اسای دست نویدکیا هستش. وحید امیری که دیگه جای تعریف نداره، مهدی ترابی پاس گل‌هاش آمارش بسیار بالا هستش این فصل، سعید صادقی جوان با انگیزه گلگهر، مهدی قائدی حدیده بوشهری که در استقلال بازی کرد و تو این گزینه‌ها قرار گرفته به خاطر اینکه بخش عمده از سال 1400 رو در استقلال بودش و بعد لژیونر شد. کوین یامگا که همین آقای علیرضا منصوریان عزیز که مهمان برنامه ما هم بود یه جمله راجبش گفت واقعا مهار این بازیکن کار بسیار سخت و دشواری است. ما مهمان داریم، می‌خوایم بریم معرفی کنیم دو تا از نامزدهایی که اینجا 6 تاشون رو معرفی کردیم و برگشتیم. مهمان بسیار عزیزی هم به جمع ما اضافه میشن که گفتگو رو هم آغاز کنیم. انشالله بفرمایید.
بله، شاید برخی از فوتبال دوستان مخصوصا نسل جدید آقای عماد ندونن که مهمان امروز برنامه ما در سن 21 سالگی تو کار فرش بوده و تازه فوتبال رو از اونجا شروع کرده و به این جایگاه فعلی رسیده. هم پیراهن تیم پرطرفدار استقلال پایتخت رو تنش کرد، هم تیم ملی رو، هم یه آمار خیره کننده از خودش به جای گذاشت و الان که سرمربی تیم باشگاه هواداره که به قول شما موفق است. آقا رضا عنایتی سلام، عیدت مبارک، خیلی خوش اومدید. سلام آقا رضا، عیدتون مبارک. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکارای محترم، میتونم همچنین بینندگان عزیز. جا داره که سال نو رو تبریک بگم به همه هموطنای عزیزم، ان شاءالله که سال پیش رو سال پر خیر و برکتی باشه برای همه. ان شاءالله. با توجه به اینکه اشاره کردم تو سن بالا، چون خب فوتبال استاندارد دنیا از 14 15 16 دیگه میان و تو ترکیب اصلی یواش یواش یه بازی دو بازی قرار میگیرن، با توجه اینکه تو سن 21 سالگی آقا رضا شما فوتبال شروع کردید، فکر میکردید به این جایگاه برسید؟ اینکه میگم این جایگاه نه جایگاه سرمربیگری، به اون میرسیم، پوشیدن پیراهن تیم استقلال و بعدش تیم ملی. نه خب حقیقتا من اصلا برنامه‌ای برای فوتبالیست شدن ندارم، حالا نداشتم و فکرش رو میکردم که بخوام فوتبال به صورت حرفه‌ای شروع بکنم و ادامهش بدم و اتفاقاتی توی بحث شروع فوتبالی من افتاد که اصلا کشیده شدم. میشه بگی چه اتفاقی؟ چون فضای گفتگو ما زیاد تخصصی نیست، نوروزیه. خب خیلی ها دوست دارم بدونن که آقا چی شد رضا عنایتی شد فوتبالیست. خب من بعد اینکه خدمت سربازیم تموم شد توی شرکت فرش مشهد استخدام شدم، بنا به خب بازی‌های کارگری که وجود داشت و اونجا برای تیم شرکت بازی کردم و تو آخرین بازیمون خب دوستان اومدن بازی ما رو دیدن تو فینال بازی‌های کارگری و من دعوت شدم به یه تیم دسته یک مشهد که رفتم همون سالم. چی بود اسمش اون تیم؟ حضور زنداری؟ یادم نمیاد. خب ولی خب تو همون سالم ولی دسته یک بود. بله دسته یک مشهد بود، مشهد دوام بود فکر میکنم. خب که همون سالم من تو بازی ها آقای گل شدم دوباره، پیشنهاداتی از چند تا؟ نمیدونم بازم یادت نیست؟ یادم نمیاد زیاد، ولی بالای 20 تا زدی. بالای 20 تا، چون میدونم که با آقای حمید ابراهیمی که بازیکن قدیمی هم بودن، ابو مسلم هم بازی کردن، ما با هم دیگه فوتبال رو شروع کردیم، با هم تو کورس آقای گلی بودیم و اون سال من آقای گل شدم. بعد از مشهد دوام و پیام خراسان همچین ابو مسلم پیشنهاد برام اومد که من آدونیس خراسان اون موقع تو لیگ دو بود که هنوز لیگ برتر نداشتیم، انتخاب کردم بنا به اینکه خب مهاجمای خیلی خوبی تو هم پیام خراسان هم. اصلا چی شد مهاجم شدی؟ چرا مهاجم؟ خب من اول الگوی خاصی داشتی؟ الگوی خاصی نداشتم، من اول دروازه‌بان بودم و خیلی دوست داشتم، ولی خب میدیدم که هر کی گل میخوره خیلی سر صدا میشه، همه تکسیرا گردنش بود، خب اومدم مهاجم شدم و توی دوره راهنمایی بود که اولین بار بود که پامو میذاشتم تو چمن بزرگ، زمین بزرگ، و وقتی اومدم با قدم هام دروازه رو قدم کردم دیدم دروازه خیلی بزرگه و تصمیم گرفتم این که هر جا بزنیم میره تو گل. خب و از اونجا شد که دروازه نه میام جلوتر، دیگه اومدم جلو. خدا رو شکر فکر می‌کنم انتخاب خوبی بود برام. آقا رضا شما من تا نگذشتیم از این فصل زندگی شما که دارید تعریف میکنید، خیلی الان مخاطبان ما کسایی هستن که برنامه رو میبینن، جوونن، کم سن و سالن، رویا دارن، آرزو دارن و یه سری الگو دارن. شما از اون دسته آدم هایی هستید که از الگوهای خودتون هم قطعا جلو زدید، یعنی از آرزوهایی که داشتید به آرزوهاتون رسیدید، شاید الگوهایی که داشتید رو هم حتی پشت سر گذاشتید. اگر بخواید یکی از عوامل موفقیتتون که خیلی هم شاخص و بارزتر از همه بوده رو بگید کدومه؟ من تلاش رو میگم. من وقتی این جایگاه رو به دست آوردم دیگه به هیچ عنوان نذاشتم که از دستم بره، میدونستم که این شانسی که به دست آوردم و باید براش تلاش بکنم تا بتونم بمونم تو جایگاه. انقدر برای جایگاهی که داشتم بعد این که انتخاب شدم حالا توی ابو مسلم و بعدش که اومدم استقلال تیم بزرگ پرطرفدار، سعی کردم که تمام ذهنمو بذارم رو این که موفق بشم تو کارم و فکر میکنم تو این کار تونستم کارهای بزرگی رو انجام بدم برای خودم تو ذهنم و همونطور که شما گفتید واقعا
از نحوه اتفاقاتی که برام افتاده خیلی راضیم. همه منو میبینن با هم صحبت میکنیم، شاید خیلی‌ها بگن که به حق توی تیم ملی نرسیدی. شاید من دورانی که آقا چرا برانکو شما رو دعوت نمی‌کرد با اینکه آقای گل می‌شدی؟ من بیشتر اردوهای تیم ملی دعوت می‌شدم، ولی خب کمترین بازی به من رسید. الان که دارم بهش فکر می‌کنم، خب مهاجمایی که ما داشتیم واقعا مهاجمای قابل احترام بودن. خود آقای دایی که به هر حال یکی از اسطوره‌های بزرگ فوتبال ما هستن. آره، ترافیک خیلی بد اقبال بود. آره، زمانی بود که دارم بهش فکر می‌کنم اگه من هم جای برانکو بودم شاید بازی کمتر به عنایتی میرسید، ولی ناراحتیم از یه جایی بود که خیلی از جاها چون حساسیتی وجود نداشت میشد که من بیشتر بازی بکنم. تو جام ملت‌های 2007 هم وینگر، حالا که صحبت در مورد بال داریم میکنیم، بال راست و چپ، وینگر بودی دیگه. بله، من اونجا تو پست مهاجم، پست تخصص خود بازی نمیکردی. بنا به خواسته آقای قلعه‌نویی من اونجا بازی کردم. متاسفانه تو تیم ملی شرایط خوبی برام ایجاد نشد واقعا، هرچند که توی باشگاهی همه اتفاقات خوبو تونستم رقم بزنم. رکورد شما در آقای گلی هنوز کسی بهش نرسیده، 147 سه بارم عنوان آقای گلی رو در سه بار، خب دو سالش هم پشت سرم، دوم و سوم شدم. یعنی یه سالشو که خیلی حسرت می‌خورم چون میتونستم دو تا جفت کفش ها رو بگیرم. متاسفانه اون سالی که سوا بودم پنالتی های خیلی زیادی را از دست دادم، یعنی فکر میکنم 5 تا 6 تا پنالتی تو طول فصل عجیب غریب بود که از دست دادم. و همینجوری شد که با یه گل من آقای گلی رو دادم به کریم انصاری فر و اون سال سالی که خیلی حسرت خوردم براش. حالا اشاره کردیم به تعداد گل هایی که آقای رضایتی زده و اینکه سه عنوان آقای گلی عنوان های بسیار بسیار ارزشمندی است برای مهاجم. بله. توی بازی آقای عنایتی که 9-2 اگه اشتباه نکنم مقابل استقلال رشت به پایان میرسه، خودش به تنهایی 7 تا میزنه. آقا 7 تا تو تختیه مشهد. خیلی بازی عجیبی بود اون بازی. خدا رحمت کنه ناصر خان و مربی استقلال رشت بود و ما سه تا بازیکن بودیم که تو کورس آقای گلی بودیم. آقای مدیر روسا بود، آقای انتظاری بود و من بودم که با 9 گل 10 گل داشتیم با هم رقابت میکردیم توی آخرین بازی. تا دقیقه 20 من خیلی عصبی بودم چون تا دقیقه 20 اون بازی هم گل نزده بودم. انتظار یعنی همون یه ربع اول می‌خواستی یه 4 تا بزنی. واقعا میگم عصبی شده بودی. دقیقاً خیلی عصبی بودم، ولی از دقیقه 20 به بعد که گل اولو زدم دیگه هر چی می‌زدم می‌رفت تو گل. از اون روزایی بود که واقعا اگه یه مقدار دیگه هم زمان داشتم شاید به 10 12 تا می‌رسیدم. آقا فیلمش هست؟ بله فیلمش هست. خاصی من بعد آره برای ما بفرستین چون من خودم دوست دارم ببینم. اما میدونی چرا آقا رضا، حالا شما هم دوست دارم وارد بحث بشی ما جان. این اتفاقه خب تو اگر دهه الان رخ میداد، مثلا یه بازیکنی حالا الان که آقا رضا عنایتی این کارو کرده 7 تا گل میزد تو فضای مجازی انقدر دست به دست میشد، وایرال میشد که فکر کنم ملی میشد. آقا یه بازی رسمی استقلال رش مرحوم ناصر اجازی با اون چهره بین‌المللی که داشتن، رضا عنایتی جوان شاداب با یه تیم ریشه‌دار مثل ابو مسلم 7 زده، خیلی داستان فرق می‌کرد. و چرا کمتر دیده شد؟ به خاطر یه قهرمانی دراماتیکی که دیگه همه اون فصل رو پرسپولیس خاطرتون هست دیگه که قهرمان چی رفت زیر سایه اون. آره زیر سایه. چیزی مونده از اون قابه که حسرتشو بخوای بخوری؟ نه حسرتشو نمی‌خورم. یعنی همون 7 گلی که زدی دیگه کافی بود برای اینکه آخه قبل خودتو ثابت کنی. قبل بازی یکی از خبرنگارا با من تماس گرفت که فکر نمی‌کنید مثلا خیلی کم باشه تعداد گلایی که تو لیگ زده شده، مثلا آقای گلا مثلا با 11 12 تا، چون خیلی خوشبینانه به این موضوع نگاه می‌کردی. هر کدوممون قرار بود مثلا هتریک کنیم دیگه، از این بالاتر نه. و من بهش گفتم که خدا رو چی دیدی؟ شاید دیدی آمار گلا بالا رفت. و بعد بازی همون خبرنگار به من زنگ زد گفت شما می‌دونید. اسم خبرنگار دوست نداری آقا رضا بگی؟ به خدا خاطرم نیست. ولی خیلی خوب شد چون تو اولین دوره لیگ برتر خب آمار 17 گل توی لیگ برتر دیگه اونجا شناسنامه شدی. آره موندگار شد و خودتو ثابت کردی. حالا دیگه صحبت از ابو مسلم کردی، من دوست دارم اینم همینجا بپرسم، فرصت میگه حسن استفاده کنم، فرصت مناسبیه. آقا مشهد چرا اینجوری؟ یه تیم داره به نام شهر، الان دیگه شهر خود رو قبول نمی عادت کنی به یکی از اسماش تموم شد دیگه، شد شهر هویت پیدا کرد. چیه داستان؟ خب اتفاقات من دیروز برنامه شما رو دیدم، داوود صحبتهایی رو کرد، ولی من به عنوان مشهدی، هوادار مشهدی، کسی که توی مشهد 24-5 سال زندگی کردم، میدونم که چه استعدادهایی توی مشهد هست. متاسفانه با کج سلیقه‌ای بعضی از دوستان فکر می‌کنم فوتبال مشهد
به یه چالش بزرگی تبدیل شد و میتونستن خیلی راحت اول فصل بشینن با هم دیگه صحبت کنن و این اتفاقات برای فوتبال مشهد نیفته و خیلی نگران کننده است. و الان هم باز خدا شد تو این چند هفته گذشته خب نتایجی که آقای سید عباسی و تیمشون گرفتن خیلی شرایط رو بهتر کرد، ولی جایگاه مشهد تیمی که دو سال قبل نماینده ما تو آسیا بوده بله. و الان شرایطش اینجوری، همینطوری مثلا تراکتور هم همین منبال هستش. فکر میکنم اختلافات و کش سلیقه‌ای ها متاسفانه باعث بحران میشه. دقیقا باعث بحران میشه. بعد متاسفانه تیمایی که طرفدار هم دارن، تیمایی بله. که پرطرفدار هستن، من امیدوارم که دوستان یه مقداری از خودشون و جایگاهشون بگذرن، چون بعضی وقتا ما به خاطر جایگاهمون خیلی چیزا رو خراب میکنیم. من احساس میکنم که باید یه همتی بشه تا انشالله فوتبال مشهد از اون حساسیت‌های بی خود در بیاد و اون هوادارهایی که چشم انتظارن، اون بچه‌هایی که بازی میکنن به یه امیدی که برن توی این تیم بازی بکنن انشالله. اصلا مشتری اصلی آقا رضا هوادارا هستن. تعصب تیم استان و من حالا بعد از 8 سال عماد جان تیم شهر ما فجر شهید سپاهی شیراز اومده. واقعاً. چقدر خوشحالن، چقدر انگیزه دارن. تو فضای مجازی الان دارن دقیقاً. میان ویدیوها رو الان حالا بس شیراز و اصلا یه الان سوال خیلی بزرگی از توی جامعه فوتبال که چرا شیراز یه چمن درست نداره. واقعاً این چمن برازنده تیم لیگ دویی هم نیست، چه برسه حالا من احترام میذارم. فقط شیراز نیست، الان زمین پیکان هست و الان تیم نساجی مشهد بازی میکنه. خانه بدوشن. خود شما متاسف. آقا زمینتون رو ما متوجه شیم. ما خودمون هم متوجه نشدیم. ما تا فکر میکنم بزرگترین ضربه رو ما تو این فصل اول. شما الان نماینده تهرانین دیگه. بله بله، ما نماینده تهران هستیم. چون که من یه جام حالا چون صحبت از ابو مسلم شد، شنیدم که به شما، یعنی به شما که میگم، به تیم هوادار پیشنهاد داده بودن که بره مشهد بازی کنه. تایید میکنید تایید؟ والله من اطلاعاتی ندارم از این موضوع، چون که تیمو کاملا واگذار کردیم و کلا من ذهنمو از مالکیت آوردن بیرون و فقط کار سرمربیگری ما انجام میدم. اطلاع ندارم، ولی فکر نمی کنم که این صحبت ها درست باشه و همچین تصمیمی رو گرفته باشه. خیلی هم خوب، متشکرم. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، همچنان در خدمت شما هستیم با معرفی یکی دیگر از نامزدهای امروز. امروز در خدمت پیشکسوت فوتبال کشورمون هستیم که بیشتر از 50 سال توی باشگاه پرسپولیس حضور داشته. آقای خوردین، سال نوتون مبارک. خیلی ممنون، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران عزیزتون، بینندگان عزیز شما، مخصوصا طرفدارای تیم پرسپولیس. اصلا اینجا جا داره سال نو رو هم تبریک بگم خدمتتون. ان شاء الله که سالی به همراه با خوشی و سلامتی. رکورددار گینس، یه چیز جهانی، بیشتر از 50 سال حضور توی یه باشگاه که خیلی هم دوستش داریم. بله، من حقیقتا زندگیم واقعا گوشم رو تیم پرسپولیس. من این سالا هیچ جا نرفتم، بر هیچ با هیچ تیمی صحبت نکردم، سر هیچ تیمی نرفتم، مستقیما رو تیم پرسپولیس بودم تا روزی که عضوم خواستن. متولد 1327 تهران. دوم مرداد 27 هم متولد تهران، بچه خواجه زاما و چهارراغ هست، خیام معلم. افتخار میکنم که بچه اونجا هستم. حشمتی رستا بهش میگوشم، حشمتی، ایسکا حشمتی بود و تو همون خاکی هم اونجا فوتبال بازی کردم و اصلا اونجا روش کردم. همکلاس آقای عبداللهی هم بودین یا فقط باشگاهی؟ باشگاهی بودیم، با مربی آقای خدا بیامرز آقای دهداری بودن. تیم گارد بود که ما توی تیم بازی میکردیم با هم. بعد از اون، از اونجا که جدا شدیم، میشیم به تاج رفت و من هم به پرسپولیس. پر از قهرمانی با حالا پرسپولیس اون زمان، سال 52-54 جامعه مختلف، فکرم جامعه تخت جمشید بود. بله، جامعه تخت جمشید بازی کن. بازی میکردم و گل زیادی هم زدم برای پرسپولیس. توی دربی هم خوب گل زدین. بله، دو سه تا گل مهم زدم تو پرسپولیس. یکی از گلاش خیلی خاطر انگیز بود. خاطر انگیز، دو تاش خاطر انگیز بود. یکیش این که زیر تاق دروازه زدم مثل 66 چفوس، کمک داور گل گرفت،
داور مونده بود چیکار کنه، کمک داور گفت گل، داور یه سوت رو زد و گفت گل، و بچه ها ریختن سر من. اول فرار کردم از دستشون ولی نتونستن دیگه، گرفتنم ریختن رو من و خوشحال کریم یکیش بود، یکیش هم گل زدم، داور قبول نکرد، از دست خدا بیامد، مربی تیم و کاپیتان تیم بود و هم مربی آقای فرامرزی هم مربی اون بود، خدا بیامرزشونم. از دست من گفت آشو چی شد؟ گفت فول. گفت فول کی؟ گفت فول خوردیم. تا گفت فول خوردیم گذاشت تو گوشه، دوتا کشتی محکم گذاشت تو گوشه داور و از زمین اومدیم بیرون که اون بازی سه هیچ به نفع تاج شد. بعد یوت روزنامه ها اومد دیگه فردا، خیلی شروع خوبی برای شما بود، شناخته تر شدین. دقیقا من از اون رو شناخته شدم، شناخته تر به قول شما، و میگفتن تاجی ها خوردین اومد، هر جایی میشه این شعارشون شده بود. و توی دوران شما فوروارده خیلی بزرگی تو فوتبال ایران بودن، آقای سفر ایران پاک. بازی کنار این بزرگان چطور بود؟ در کنار خودتون که همیشه جزء بهترین ها بودیم. من اولمپیک مونیخ 1972 عضو تیم ملی ایران بودم، جزء 11 نفر بازی کردم ولی تو تیم پرسپولیس 20 دقیقه بازی میکردم، به دلیل اینکه بزرگانی مثل همایون خان و خدا بیامرز بهزادی، آقای مهندس کلانی و خدا بیامرز سفر ایران پاک تو تیم بودم و من به هم بازی نمیرسید. و دستایی که تیم ملی فازن جز 11 نفره بازی میکردم، جز 11 نفر بازی کردم. در حال منظورم به این بود که تیم بزرگی بود و افتخار این داشتم همون 20 دقیقه هم بازی میکردم، خوشحال بودم. و توی همون دوران به عنوان یار کمکی انقدر بازیکن خوبی بودید که به تیم رقیب رفتین و واقعا خب یه قهرمانی هم به دست آوردید. بله، من و آقای فریدون موینی از کمکی به تیم تاج رفتیم و اون سال هم تاج قهرمان آسیا شد و ما هم در کنارشون افتخار داشتیم که قهرمان آسیا بشیم. اول مسابقه گفتید کمی دلخورید از اینکه شاید اون میزان احترام به شما توی باشگاه گذاشته نشد اخیراً. ببینید وقتی که من میام همه چی رو میذارم برای تیم و بعد از اینکه میرم کنار حداقل میتونم یه زنگ بزنم حالا آدم بپرسن، یه احوال پرسی بکنم، ولی در واقع هر کسی من مدیر عامل شد فکر خودش بود، مثلا کاری به من نداشت و من از اونا گله‌مند هستم. ولی آقای درویش اومدن همین که منو صدا کردن به عنوان مشاور به من حکم دادن، خب دستشون درد نکنه ممنونشم که همین که یاد من بودن خوشحالم از اون. یه عذرخواهی میکنم بابت صدام، چون حالم زیاد خوب نبود، ولی دیگه شما خیلی لطف کردید، ما وقت دادید، میدونیم که خیلی خسته بودین، کمی هم کسالت داشتین، ولی به احترام بیننده های نوروز فوتبالی با ما مسابقه کردید. خوش آرزو میکنم برای همه که دور از بیماری و این برترین وینگر لیگ برتر در سال 1400. فرشاد احمدزاده سپاهان، وحید امیری پرسپولیس، مهدی ترابی پرسپولیس، سعید صادقی گلگهر، مهدی قائدی استقلال، کوین یامگا استقلال. شما می توانید با ارسال کد مورد نظر به شماره 30920 و یا از طریق اپلیکیشن تلویزیون در این نظرسنجی شرکت کنید. عیدتون مبارک باشه، همچنان در خدمت شما هستیم با فصل ششم برنامه نوروز فوتبالی. مهمان عزیزمون آقا رضا عنایتی هستن. آقا سوال پیامکی رو
دیدیم. الان میخوایم دو نفر شما انتخاب کنید. اماد جان ببخشید من پشتم به شما. برای انتخاب کردن باید برگردیم به آمار دیگه، ببینیم آمار چی رو نشون میده برای ما توی طول. چه ویژگی وینگر باید داشته باشن نظر شما؟ وینگر الان خیلی کارش سخت شده که هم با تو حالت دفاعی به تیم کمک بکنه، هم تو حالت هجومی و واقعا باید الهاز تنفسی خیلی شرایط خوبی رو داشته باشه. خب آماری که نگاه میکنه الان فهم میکنم یامگا شرایط فوق‌العاده خوبی رو توی استقلال داره، ضمن اینکه من یه فوتبالیست قابل رو میشناسم به نام یه سری آمار من بگم. کوین یامگا و مهدی ترابی، کوین یامگا تعداد گلایی که زده خب مشخصه دیگه، یکی از شاخصه های کوین یامگا هستش تو این پست. 8 تا پاس گل مثلا مهدی ترابی داده، بله یه اتفاق بسیار بسیار جایده. وحید امیری هم بالای 2000 دقیقه حضور داشته توی 21 دوره فصل. اینا خب شاخصه هاشون، خواستم اینا رو بگم که کمک کنه هم آماری که شما گفتید. شما انتخابتون بس یامگا. خب یامگا مثلا شرایطش الان فکر می‌کنم که نقش خیلی پررنگی رو داره تو موفقیت. سعید صادقی هم بیشترین تاثیرگذاری رو تو پاس گل داشته آقا رضا. اینا همه شاخصه هاشونه دیگه در مجموع. عین گزینه‌هایی که انتخاب کردیم فوق‌العاده بازیکن‌های با کیفیتی هستن. هر کدومشون رو من می‌بینم واقعا هم به لحاظ فردی هم به لحاظ تیمی خیلی کمک میکنن به تیمشون. یامگا رو من گفتم چون که نقش پررنگی رو توی موفقیت‌های استقلال داشته. وحید امیری رو خیلی من فوتبالش رو دوست دارم چون که فوق‌العاده بازیکن زحمتکش، بازیکنی که بازیکنی که خیلی خیلی کم تو افت می‌بینی. میزان دوندگیش هم که شما اشاره کردید تو وحید امیری اینجور بازیکن خوب میتونه کمک بکنه به تیم و دست مربی رو واقعا باز میذاره که از چند تا پست ازش استفاده بکنه. آرزا این گزینه هایی که شما هم فرمودید هر کدوم خوبن، از تجمیع نظر بیش از 60 کارشناس هستش. بله مطمئنن کارشناس. پس یامگا و وحید امیری انتخاب آرزا عنایتی هستش. حالا اگه من بخوام یک نفر انتخاب کنی به عنوان مرد سال، من یه نفر انتخاب نکنم. چرا؟ چون که آقا تیم خودتون هم میتونید. مثلا ما معین عباسیان هم اتفاقا از تیم هوادار داشتیم تو پست دفاع چپ دوستان. آرزا جواب شاده کرده بودی قسمت قبلی رو دیده بودی. بذار من انتخاب نکنم. آخه همه انتخاب میکنن، یعنی ما اصرار میکنیم انتخاب میکنن در حال حاضر. توی خط دفاعی من انتظار داشتم که از تیم ما حداقل کی آقا جاش خالی بود باشه که آقای مثلا مهدی عبدی یا سید حسینی یا محمد ستاری سه تا خط دفاعی ما که فکر کنم بیشتر حضورم توی بازی های ما داشتن، چون ما سومین خط دفاعی موفق خط دفاعی لیگ هستیم و ما بازیکنایی داریم که واقعا خیلی خیلی با استعدادن. من جا داره که تشکر بکنم از تک تک بازیکنامو که امسال با تمام مشکلاتی که داشتیم شما حاشیه‌ای از تیم ما ندیدیم و مطمئناً همه تیم ها مشکل دارن. تیم ما جز تیمایی هستن که مشکلاتی رو داشتن، ولی بازیکنان ما اینقدر نجیب بودن و اینقدر با وجود و با انگیزه کار کردن که من کیف میکنم با این مجموعه. آرزو هوادار نیم فصل اول خوب بود، نیم فصل دوم خوب بود، یعنی شما از ابتدای فصل شاخصتون که خوب بازی میکرد. نیم فصل اول در نتیجه گیری تیمتون تا حدودی مشکل داشت، اما این نقیصه در نیم فصل دوم حل شد. شما چند تا برد خوب به دست آوردید، الان هم 11 ام هستید، حاشیه امنیتی دارید برای شروع. البته من میخوام تکمیل کنم صحبت عماد. شروع هوادار در 21مین دوره لیگ برتر فوتبالمون، شما با استقلال بازی کردید، با پیکان بازی کردید، با سپاهان بازی کردید، سخت هر سه تا بازیتون رو باختید، بعد خوردید یه دفعه با پرسپولیس. اتفاقا من تو برنامه شبای فوتبال این جزء سوالام بود از آقا رضا نتی و اشاره کردم، آقا رضا هم تایید کردن، گفتم آقا دیگه اعتماد به نفسی که بعد بازیکن‌های شما بهش میرسیدن در نیم فصل دوم این به حد خوب و مطلوب دیگه مقابل پرسپولیس دقیقه 93 یک گل خوردید، اقتصادی باختید دیگه، از هفته پنجم انگار که دیگه اتفاق خوب براتون افتاد. تیم‌های بزرگ همیشه جلوی شما به مشکل خورد. فضایی که ما عوض کردیم نسبت به لیگ یک تا لیگ برتر، یه مقداری ما پیش‌بینی کرده بودیم که چالش برسیم و این چیزی نبود که ما برنامه‌ریزیشو نکرده باشیم. ما دو تا اردوی فوق‌العاده خوب داشتیم اول فصل و اتفاق خیلی بزرگی برای تیم ما افتاد. ما بازیکنای با تجربه ای رو جذب کردیم که خیلی خوب تونستن تیم رو کنترل بکنن، چون شما وقتی تو سر و شیبی باخت قرار میگیری تا بتونی شخصیت تیم رو دوباره برگردونی و بیارشون توی مسیر درست حسابی خیلی خیلی سخته و خود سرمربی تنها نمیتونه این کارو بکنه. حتما باید بازیکنای باشن که توی این امر شما کمک بکنن و من خوشحالم که بازیکنای با تجربه ما با تمام وجود واقعا اومدن پای کار. دقیقاً درسته ما از بازی
پرسپولیس شرایطمون کاملا تغییر کرد، بچه‌ها به یه خودباوری خیلی خوب رسیدن. ما امتیازات خیلی خیلی نمیتونم بگم مفت، چون فوتبالیه، کارش نمیشه کرد، اتفاقات فوتبالی هم غیر قابل پیش بینیه. امتیازاتی رو دادیم تو نیم فصل اول که میتونستیم ندیم، یعنی الان میتونستیم شرایط خیلی خیلی بهتری رو تو جدول شرایط بهتر باشیم، ولی الحمدلله شرایطمون روز به روز بهتر شد. بچه‌ها انقدی بهتر شده که هفت بازی اخیرشون رو نباختن، یعنی تیم بله. هوادار با هدایت آقای عنایتی هفت بازی آخرشون رو من از همه کمتره، چون بچه‌ها ایراد میگیرم که یه مقداری از خودتونم اینو میتونه سوال بکنین ازش، گفتم یه مقداری از خودتونم یه کارای انجام بدین، اون چیزی که من میگم و کامل انجام بدن. این بعضی وقتا توی فوتبال این خوبه یا بده؟ به نظر من خوب نیست، چون من از بچه‌ها ایراد میگیرم این موضوع رو، میگم که بعضی وقتا با خلاقیت‌های فردیتون رو بیارین تو کار تیمی، اون چیزی که من میگم حتما اون نباید اتفاق بیفته. بچه‌ها ما کامل، من فکر می‌کنم شاگردان شما خیلی حرف‌گوش کن هستن. بله، آقا یه تا تیم استقلال و پرسپولیس و سپاهان تیم‌هایی هستن که همیشه جلوی شما مشکل داشتن تو این فصل. سپاهان تونستید مساوی، استقلال اختلاف کم با پرسپولیس که فرمودید، تیم‌های دشوار، تیم‌هایی که شاید هزینه‌ای که براشون میشه چندین برابر هوادار باشه. اما یه نکته ظریفی تو صحبت‌های آقا رضا بود، گفت خلاقیت‌های فردی این فصل آقا رضا نتی می‌دونید یه بسته پیشنهادی به علی کریمی داد. آقا همین الان علی کریمی بیاد تو تیم من بازی کنه. درست اون فوق العاده بود آخه. آقا شما پیشنهاد دادی آقا کریمی بازی کنه. من واقعا الان پیشنهادی که به علی آقا دادم اصلا شوخی نبود یا مثلا الکی نگفتم. یعنی بعد از اون بازی منتخب 98 سرخابی شما کاملا علی کریمی الان میتونه راحت فوتبال بازی کنه. من فکر می‌کنم ایشون خیلی زیاد هر روز، من اینو میدونم که تمرین داره. نه نه تمرین داره خیلی شدید. و میدوه. خب پس شوخی نکردی؟ یعنی الان اگه علی کریمی بگه آقا من میام؟ دقیقاً. دقیقاً. چقدر قرار داد اون وقت سفید امضاست آقا؟ دیگه خودش هر چی بگه، علی آقا که دیگه نمیشه بهش بگی که چقدر قرار داد، ولی واقعا من بعد تو چه پستی ازش استفاده می‌کنی؟ علی آقا از اون بازیکنایی که تو چند پست میشه استفاده کرد با توجه به بدنی که من دیدم. اما خلاقیت فردی که شما گفتیم بیاد اونجا دیگه واسه خودش آقا. به نظرم ما از این نوع بازیکن‌ها که یهو تیم وقتی می‌خوره به بحران بتونن از بحران در بیارن تیمو، واقعا از این بازیکن‌ها خیلی کم شده توی فوتبالمون. بازیکن تعیین کننده، تعیین کننده که یه جای دیگه دست مربی نیست، مربی غافلگیر میشه توی بازی‌هایی و احتیاج داره به بازیکنایی که بتونه تیمو از بحران در بیاره. شما مسی سرحال، اگه ما مثال بزنیم، یه نمونه کاملا بارزی هستش که وقتی بارسا به مشکل میخوره، چون شما میدونید توی بحث فوتبال همه تیم‌ها آنالیز میکنن. بله. و بارسا موقعی که به بنبست تاکتیکی میخورد، یکی مثل مسی باید اون گره رو باز میکرد. ما الان متاسفانه تو فوتبالمون سال به سال داره این کمتر میشه و ما امیدوارم که یه برنامه رو بریزیم، یه شرایط ایجاد کنیم که بتونیم استعداد بیاریم توی آقا رضا. صحبت که میکنن همش مثال بارسایی میزنن. آقا اون داستان بارساتون همچنان داره وایرال میشه. خیلی برنامه جالبه بود. خیلی خود من کیف میکنم واقعا از این موضوع. و حالا همین که انقدر تو خونه گفتین بارسا بارسا بارسا، بچه‌ها دیگه این ذهنیتو دارن که پدرشون سرمربی بارسا شاید یه روزی بشه. حالا شما گفته بودین که بودم، ولی میگم اینکه آقا چه اشکالی داره اینکه ما بتونیم الان تو فوتبال با تو قالب بازیکنان. آقا به قرآن من نگفتم بودم، اون عکس کارو ما رو خراب کرد. یه عکس عجیب غریب بود دیگه، من چی بگم دیگه؟ دیدیم دیگه. من یه سوال از شما بپرسم آیا رعیتی، حالا سوال شاید یه ذره چالشی باشه. استقلال پیشکسوت‌هاش علی خصوص در یکی دو سال گذشته یه سری اختلاف، یه سری شکاف رو ما می‌بینیم. حالا آخریش رو اگر بخوایم بگیم، حالا آقا پسر خوشتیپ علیرضا منصوریان و فرهاد مجیدی، تیم پاشازاده، چرا یه همچی چیزی رو اگر بخوایم مثال بزنیم تو پرسپولیس نمی‌بینیم؟ مثلا مهدی تارتار مثلا با یحیی، یا اگرم یه اختلافاتی دارن چرا رسانه‌ای نمیشه؟ این نقیصه در استقلال از کجا میاد؟ اختلاف نظر که من اسمشو اختلاف نظر نمیذارم. وقتی که شما تو کار فنی و نظر فنی به یه مجموعه بدی که هیچ مسئولیتی توش نداری، خوب میشه بس فنی. ولی فکر می‌کنم علی منصوریان، حالا اون روز من چون که اصلا در جریان نیستم و نباید واقعا در این مورد صحبت کنم، چون اتفاق خاصی نیست. بعضی وقتها ما از همدیگه گله میکنیم، بله. این گله رو ما نباید بذاریم به حسابی که میخواییم ضربه ای به مجموعه بزنیم. همه میدونن که
از علی منصوریان استقلالی تر توی ایران وجود نداره. اینو من خیلی قاطع بهتون میگم و مطمئنن علی منصوریان یه فردی هستش که واقعا با استقلال زندگی میکنه. من 3 سال افتخار این داشتم که کنارش باشم و ببینمش هر روز تو تمرین و میدونم که چقدر متعصبه. حالا یه سری گلایه ها کرد که شاید اگر یه مقداری بیشتر روش تمرکز داشت یا یه چند دقیقه میگذشت شاید این صحبت ها نمیشد، ولی من این اختلاف نمیدونم. بعض وقتا آدم توقع داری از کوچکتر از اونی که در حال خاطره داری باش، سالیان سال باش بازی که فکر میکنم یه گلایه برادرانه بود، چیز خاصی رفاقت و دوستی که هست. بله. ما میخواییم به معرفی دو تا نامزد دیگه بپردازیم، برمیگردیم. همچنان سوال داریم تو بخش سوم و جمع‌بندی و خدافیزی با آقای عنایتی. بفرمایید. آقا رضا تو بخش پایانی گفتگو هستیم. چند تا اول میخوام در مورد تیم یه چیزی قبل از تیم ملی بپرسم. فرمایید. میدونی که آقا رضا یه پسر داره به نام معین. آقا معین که در تیم امید استقلال بازی میکنه. من خیلی دوست دارم سبک بازیشو. خودش هم خیلی بچه با اخلاق. یک دفعه خیلی تصادفی هم دیگه ما تو استادیوم امام رضا علیه السلام دیدیم و میتونه سال مشخص. ببین چالشو ببین. میتونه رکورد پدرش رو بشکنه یا نه؟ والله رکورد گفتی نباید بشکنی. حالا کسی نمیتونه بشکنه، ولی معین یه خوبی خیلی زیادی داره که من خیلی بهش امیدوارم. خیلی آدم تلاشگری. اون چیزی که مثل خود شما واقعا اصلا منو یاد خودم مینازه بیشتر، چون کارهایی که انجام میده رو خیلی دوست دارم و بهش هم گفتم که توی بس موفقیتت و ایده‌هایی که داری برای آینده من کمک صحبتی جایی که بتونم کمک میکنم، ولی هیچ موقع حولت نمیدم رو به جلو، باید خودت بری کار خودت رو انجام بدی. الحمدلله امسال سال خوبی بود براش توی امیدها و من آیندهشو روشن میبینم. شاید به عنوان یه پدر الان دارم صحبت میکنم یکم احساسی هم باشم، ولی به عنوان کسی که توی فوتبال هستم و میبینم که بازیکن چطوری شب میخوابه، موقعی که مسابقه داره چجوری رفتار میکنه و اینا برای من خیلی خوبه. احتمال اینکه رضا عنایتی با توجه به آمارشون علم خشک و بی‌رحمی است، آمار به ثمر رسیدن گل متوسط این فصل هوادار، احتمال اینکه مثلا رضا عنایتی به معین عنایتی پیشنهاد بده که بیاد تو تیمم هست. من امسال فقط ترسم از حاشیه بود، وگرنه خیلی احتیاج داشتم به معین که بیارمش. خب چون که سمی امیدم بود زیاد
دردسری رو برای لیست ما ایجاد نمی‌کرد، ولی همین که احساس کردم اگه بخوام بیارمش شاد از یه فضای خارج بشه، یه سری توقعاتی براش ایجاد بشه، به خودشم رو گفتم میتونی از خودشم سوال بکنی. گفتم به این دلیل که شاید یه سری تفکراتی تو ذهن تو بیاد که بابامو دیگه باید بازی بکنم، نمیدونم این حرفا باشه، نمیخوام و باید بری خود تلاش کنی. بعد اگر ببینم شرایط اینجوری که داره میره جلو بره با همین پیشنهاد پس میدی؟ آره، آب تیکت جذابیت های لیک میشه، پدر و پسری داشتیم ما. آره دیگه، مرحوم ناصر اجازی، خب آتیلا زمانی که آقای پروین، خب الان همون زمان بود، همین اتفاق داره میفته دیگه. نه نه، منظور این که الان مثلا پدر مهدی طارمی خب همزمان توی تیمی سرمربی نیست که پسرش بازی کنه. نه نه نه، تیم مهدی طارمی پورتو. آها، الان مربیش خب بله، با پسرش هم دقیقه 70 میگه. آها، پورتو رو داریم میگی؟ پست مهدی هم من فکر کردم پدرش چطوری. نه رفتن اینجا دیگه، گفتم این اتفاق درست میگه هم پست. نه نه، مدل وطنی میخوام بگم آقا رضا، مدل وطنی فقط یه دونه ناصر خان اجازه خدا بیامرز بود و آتیلا. من مدل دو محمد پروین هم زمان همزمان پدرش نبود، پدرش نبود، مثلا اردلان آشتیانی با خودش. خیلی سخته واقعا بعضی وقتا، شاید مثلا پسر من با خودش میگه کاش که مثلا بابام مثلا فوتبالیست نبود، چون سنگین میشه خیلی. بله بله. باید فراتر از بقیه باشی که بتونی همه رو مجاب بکنی که من خوبم، خودم دارم کار. آقا رضا، این نکته که گفتی نکته ظریفیه. به هر حال بازی فوتبال آره مقایسه است. مثلا همین امیر عابدزاده بعد از اون گل تصادفی که خب هیچ دروازه‌بان هیچ بازیکنی مثلا میگه آقا چرا الله‌یار صیادمنی تک به تک نزد تو گل؟ آقا دوست داره بزنه، تو اون فشار نمیشه. تو اون شاید نمیشه. آره روز نیست. یا امیر عابدزاده بعد از اون گلی که خورد خیلی اومدن مقایسه کردن، گفتن آقا تو امیر بمان، نمیخوایم احمد بشی. یعنی فکر میکنن کسایی که بیرون گودن طرف خب پدرش آقا چه اشکالی داره، تلاش میکنه، ولی اینکه یه دفعه توی همچین اتفاقی میان مقایسه میکنن تو خیلی میریزی پایین اصلا. بله من واقعا اینو قبول دارم که اونایی که خودشون فوتبالیست بودن، چون توی بحث مقایسه که قرار بگیری شاید تفکرت کاملا به هم بریزه، شاید تمرکز سخت بشه. من فکر میکنم که خود محمد پروین بازیکن با استعدادی بود، من بازیاشو میدیدم واقعا تو تیمایی که بازی کرد، ولی فکر میکنم این فشاره رو نتونست تحمل بکنه تا بتونه به یه ثبات. حالا امیدوارم شما با موین کار کنید بتونه اگر یک روزی توی این فضا و فشار قرار گرفت به راحتی عبور کنه. صحبت از امیر عابدزاده تیم ملیمون شد، اماد یه سوال داشت در مورد تیم ملی. آقای الهیاتی خیلی صریح، تیم ملیمون چطور بود مقابل کره؟ خب باید واقعیت رو بگیم، ما به عنوان کسی که من به عنوان تماشاگر نه به عنوان کارشناس، وقتی فکر میکنم یکی از ضعیف‌ترین بازیامون رو مقابل کره انجام دادیم، چون کاملا تیممون به هم ریخته بود و از دقیقه یک که بازی شروع شد کاملا مشخص بود که بچه های ما هیچ کدوم رو فرم و ریتم خودشون نیستن، نسبت به بازیایی که انجام داده بودیم داریم میگیم قیاس این میشه. و یه اتفاقی که تو این بازی افتاد، بازی قبلی هم که خود من گفتم به عنوان یه بیننده، به عنوان کسی که خب 24 5 سال تو فوتبال هستم و الان هواداری دیگه مثل همه هم. هوادارم، برای من قابل قبول نیست شما تغییر پست رو تو تیم ملی نمیتونید انجام بدید، یعنی یه هافبک برداری بذاریش دفاع یا دفاع رو بذاری فوروارد. چرا؟ چون که تو تیم ملی شما محدودیت نداری، ولی تو تیم باشگاهی این اتفاق خیلی ساده میفته، یعنی شما چون که محدودیت داری و بازیکن در اختیار نداری توی اون پست، مجبور میشه بازیکنایی رو برداری از یه پست تخصصی بیاری توی یه پست دیگه استفاده کنی، شاید بشود شاید نشود. ولی تیم ملی چون فضای بازی است و شما گزینه‌های مختلفی داری، چون سطح اختلاف بازیکنای ملی تغییر پست تخصصی یکی از نقاط باشگاهی ما شاید 10% با هم دیگه باشه. بله. و شما میتونی با یه کار تیمی با یه تیم ورک کاملا اینو خونسا کنی، حلش کنی توی تیم. من از این موضوع واقعا یه مقداری تعجب کردم که چطور میشه که چند تا پست رو باید عوض بود و با این ریتم عوض کردن و پست عوض کردن شاید شما تو 3-4 جای دیگه خلا ایجاد بشه و فکر میکنم که بیشتر به خاطر این بود که ما اصلا ریتم تیممون به هم ریخت و متاسفانه آن چیزی که نباید میشد شد، چون که ما یه کره قدیمی فهم کنم توی فوتبالمون با کره یا داریم همیشه با کره بیش از یک دهه نباخته بود. دقیقاً. و این آماری بود که این اتفاقی بود که افتاد، ولی باید خودمون رو جمع جور کنیم، نزدیک داریم میشیم به جام جهانی، باید سریع برگردیم ریکاوری بشیم، هرچند که نبود چند تا بازیکنامون کاملا تاثیرگذار بود توی
روند نتیجه گیری این بازی با سری فراموش کنیم، ان شاء الله آماده بشیم برای بازی با لبنان. شما میریم مشهد چون بازی در مشهد مقدس بازی رو از نزدیک من حضور تماشاگرم اعلام شد. ما بازی داریم چون بازی همون با تیم بریم. تمریناتون شروع شده ها رضا؟ بله ما تمرین ما ششم تمرینمون شروع کردیم، آماده میشیم برای بازی پیشرو که خب اولین بازیمون هم با پرسپولیس هست. بازی فوق العاده سخت و فکر میکنم که پرسپولیس تو این بازی تمام توانش میذاره، چون که به هر حال اختلاف امتیازی که ایجاد شده با سر جدول فکر می‌کنم فرصت داره و این کارو ما رو یه مقدار سخت می‌کنه. تقابل یحیی غلامرضا نهایتی خیلی هم خوب من آره جذاب قطعا خواهد بود. می‌خوایم یک جمع‌بندی برسیم آقا رضا. به عنوان آخرین سوال اشاره کردیم به استقلال، به پرسپولیسی که شما مقابلش بازی داری، حرف حدیثایی هم شنیده شده، حواشی همیشه هست دیگه پیرامون این مدل بازی‌ها، یه دربی کوچولو، شهرآورد کوچولو. به نظر شما کدام تیم شانس بیشتری برای قهرمانی دارد؟ یک استقلال، دو پرسپولیس. خب مطمئنن الان استقلال شانسش خیلی بیشتره، چون که شش اختلاف امتیاز و بازی‌های پیشرو تمام شانس قهرمانی دست خود استقلال هست. و اگر من توصیه رو میکنم، اگر احساس بکنن که قهرمان شدن مطمئنن سخت تنبیه میشن، چون فوتبال ورزش کاملا لطیف و بیرحمی. بله غیر قابل پیش بینی، واقعا غیر قابل پیش بینی، مخصوصا با تیمایی که من خودم وقتی با تیمای بزرگ بازی کردم تو همین فصل هم بازی کردیم، خیلی خیلی استرسم کمتر از تیمایی که خب پایین جدولن یا مثلا وسطای جدولن، چون انگیزه ای که بازیکن باید بیاره تو بازی های بزرگ خودش میاره و کار شما کاملا راحته. یعنی یه فاکتور کامل هست میکنی، ذهنتون میدی رو کار تاکتیکی و به بازیکن میگی، بازیکن کار رو انجام میده. ولی اگه بازیکن یه مقداری احساس راحتی بکنه، احساس بکنه که این بازی خیلی بازی راحتیه، شما با مشکل برای کنه. من بچه ها همیشه گفتم بازی هایی که با هم رده های خودمون تو میانه جدول یا پایین داریم به مراتب برای ما سخت‌تره و اگه یه سرانگشتی حساب بکنیم فکر می‌کنم ما 10 تا 12 امتیاز رو فقط اینجوری از دست دادیم که اگر از این 10 تا 12 امتیاز 5 امتیازش هم آوردیم خب مطمئنا. پس گزینه یک شما انتخاب کنید استقلال. خیلی متشکرم از آقا رضا نعتی. در پایان آقا سوالی ما نپرسیده باشیم، نکته شما بخواید اضافه کنید دوربین شما. ممنونم، خیلی متشکرم از دعوتتون. زنده باشید، ممنون که تشریف آوردید. سال خوبی داشته باشین شما. من میدونم که خسته هم شدین شما از روز اول عید. دارین تلاش میکنین ان شاء الله که همیشه سلامت باشین. یه تشکر ویژه بکنم از خانواده‌ام. واقعا من دو سال عجیب غریبی رو داشتم با تیم هوادار و سختی که دادم به خانواده‌ام و الحق و الانصاف موقعی که خیلی ناراحت بودم وقتی می اومدم خونه سعی میکردم همه چیز رو فراموش بکنم. خیلی سختی کشیدن و از دوستایی که تو این دو سال به من کمک کردن خیلی خیلی ممنونم. بازیکنامو یادم نره، کادرمون و مجموعه تیمیمون که واقعا با تمام وجودشون در خدمت تیم ما هستن، انشالله که همیشه سلامت باشن و سالمشون هم مبارک. زنده باشید، متشکرم از آقا رضا نعتی. یه فاصله میگیریم از شما، خداحافظی میکنم مجدد و میریم سراغ دو تا نامزد دیگه معرفی میکنیم و بعدش ارتباط تصویری داریم. همچنان تماشا کنید ما را، بفرمایید.
برترین وینگر لیگ برتر در سال 1400. فرشاد احمدزاده سپاهان، وحید امیری پرسپولیس، مهدی ترابی پرسپولیس، سعید صادقی گلگهر، مهدی قائدی استقلال، کوین یامگا استقلال. شما می توانید با ارسال کد مورد نظر به شماره 30920 و یا از طریق اپلیکیشن تلویزیون در این نظرسنجی شرکت کنید. خیلی متشکرم که همچنان ما رو تماشا میکنید. برنامه نوروز فوتبالی فصل ششم. آقا عماد، قراره ارتباط داشته باشیم با جناب آقای دوستان میگن همچنان آماده نیست، ولی خب بذار بگیم دیگه، قراره اتفاقی بیفته. آقای احسان اصولی عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبالمون که سخنگو هم هستن، قراره باشون ارتباط بگیریم، صحبت کنیم در مورد جزئیات اتفاقات پیش رو. یکی از سوال، خب دیگه مشخص شد، دیروز اشاره شد که آقا قرار بازی ایران و لبنان با حضور تماشاگرا برگزار بشه، اما جزئیات بلیت فروشی شاید یکی از سوالات باشه. آقا به چه شکل قراره بلیت ها فروخته بشه؟ از چه ساعتی در به استادیوم امام رضا علیه السلام قراره باز بشه؟ اینکه چرا مثلا سردار آزمون دیروز تمرین نکرد و بحث نشست خبری هر دو سرمربی به چه شکل بود؟ اینا سوالاتی است که حمایتی که آقای اصولی از آقای اسکوچیچ کرد. بله، سلام میکنم خدمت آقای اصولی، وقتتون بخیر، عیدتون مبارک. سلام، عیدتون مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، تبریک عرض میکنم سال نو رو خدمت شما و همه بینندگان برنامه خوبتون. ان شاء الله که سالی سرسر خیر و برکت پیش رو داشته باشیم همه ما. زنده باشید، سلامت باشید. متشکرم آقای اصولی. دو سه تا سرفصل رو گفتم، مهمترین شاید این موضوع بود که تماشاگرها دوست داشتن، هوادارهای تیم ملی فوتبال کشورمون، که بدونن بازی ایران و لبنان با حضور تماشاگر یا عدم حضور، که دیروز مفصل همه رسانه‌ها اشاره کردن که با حضور تماشاگر برگزار می شود. ولی سوال جزئیاتش مهمه که آقا بلیت فروشی به چه شکلیه، ساعت چند استادیوم امام رضا علیه السلام درش باز میشه برای ورودشون؟ بله، خدمتتون عرض کنم که ما دیروز به حال تقریبا ساعت پایانی دیروز بود که به حال دوستان در خصوص بازی ایران و لبنان جمعیتی زیدن به ما اطلاع دادن و من هم بلافاصله به اطلاع در واقع دوستان اعصاب رسانه رسوندم موضوع رو. فروش بلیت 100% به شکل در واقع الکترونیکی و اینترنتی خواهد بود، به هیچ عنوان فروش بلیت دستی و حضوری و اینها نخواهیم داشت. بله. اون سامانه football.e ticket.ir در واقع سامانه خواهد بود که از فردا، حالا ساعت دقیقشو چون دوستان فنیمون دارن کار میکنن، اعلام خواهم کرد. آقای اصولی یه بار دیگه لطف میکنید شمرده تر سایت رو بگید. football.e ticket.ir. متشکرم، ادامه صحبت های شما. بله، لذا از طریق این سامانه انشاءالله فروش بلیت رو خواهیم داشت و من از همه مردم عزیزمون، به حال مشهد این ایام از سراسر کشور حضور دارد و ما حالا با اعلامی که دوستانمون تو فرماندهی مشهد هم داشتن، چیزی حدود 5 میلیون جمعیت در واقع ظاهری هستش که در مشهد حضور پیدا کردن، یعنی بیش از جمعیت ثابت و ساکن در شهر مشهد و سراسر کشور به حال حضور دارد. من اینجا اینو خدمت همه عرض میکنم، ما در واقع فقط پذیرش و حضور تماشاگران رو در ورزشگاه امام رضا از طریق فروش بلیت الکترونیکی خواهیم داشت و به هیچ وجه در واقع هیچ راه دیگه برای ورود به ورزشگاه وجود نخواهد داشت. خیلی خوب. چند نفر، چه تعداد مشخص در ورزشگاه میشه؟ ببینید، 1/3 ظرفیت ورزشگاه رو مصوب داریم از ستاد ملی کرونا که این میزان در واقع بلیت انشاءالله به فروش میرسه و در خدمت مردم عزیزمون هستیم. من خواهشم از دوستان و مردم عزیزمون، همشهریامون، هموطنان عزیزمون این هستش که مراجعه بدون بلیت الکترونیکی به هیچ عنوان به پشت در ورزشگاه نداشته باشن و اگر تونستن به حال از این سامانه بلیت رو تهیه کنن که قدمشون بعد چش، در غیر این صورت در منظر بمانند و در منظر ببینند در واقع بازی رو و هیچ عنوان در واقع ازدحامی پشت در حضور. خیلی خوب. چه ساعتی استادیوم امام رضا علیه السلام درواش باز میشه برای این بازی که ساعت 16 در واقع برگزار خواهد شد؟ از 2 ساعت قبلش هم ما در واقع
جلسه که امروز در فرمانداری مشهد داشتیم، پلیس در آماده است و مستقر هست برای پذیرش تماشاگران عزیز. بسیار عالی. آقای اصولی، یک مصاحبه‌ای کردید و حمایت تمام‌قد از اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون، بیشتر راجبش توضیح بدید لطفاً. بله، همینطور که به حال خدمتتون عرض کرده بودم، قبلا هم عرض کرده بودم چون تو برنامه شب‌های فوتبالی هم خدمت آقای توسونچی مختصر در موردش صحبت کردیم. به حال مجموعه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، فدراسیون فوتبال دست محترم فدراسیون از سرمربی تیم ملی فوتبالمون حمایت میکنیم و در واقع ازشون حمایت قاطعی رو خواهیم داشت. مجموعه عملکرد ایشون و نتایجی که به دست آوردن به حال یه معدل قابل قبول و تمام صحبت ها، گزینه هایی که مطرح میشه، حرف و حدیث ها، حالا فضای مجازی و غیره، هیچ کدوم از اینا در هیئت رئیسه در واقع بحثی نیست، بحثی نشده. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال مرکب از 8 نفر هست و هیچ کدوم از این بحث ها در واقع مطرح نشده و در دستور کار نیست. بسیار خوب، ممنون از ممنونم. من فقط میخوام یه بسته پیشنهادی آقای اصولی عزیز، جانتون بی بلا، من میخوام یه بسته پیشنهادی به همه اعضای محترم و زحمتکش هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بدم از طریق برنامه نوروز فوتبالی در فصل ششم در قرن جدید، که آقا این اظهار نظرات احساسی و بعضن جنجالی رو تا پایان حداقل بازی ایران لبنان حواستون باشه، بعدش حالا مفصل صحبت کنیم. این بسته پیشنهادی ما بود، از شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنون، متشکرم از شما. خیلی ممنون، شب شما بخیر. ممنون، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. اماد، اینو از این موضوع رو از این منظر گفتم. به حال عالی، اتفاقات هیجانی احساسی، یه دفعه یه چیزی میایم میگیم، الان یه بازی دیگه داریم، صبور باشیم تا ببینیم چی میشه. اما ارتباط تصویری داریم با امیرحسین حسین‌زاده، عضو باشگاه استقلال و تیم ملی فوتبال کشورمون. سلام میکنم، وقتت بخیر. سلام، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. سال نو رو از همینجا به همتون تبریک میگم و امیدوارم که سال خوبی رو داشته باشید و لبتون همیشه خندون و تنتون هم سالم باشه. زنده باشید، شما مبارک باشه. امیرحسین حسین‌زاده در فصل ششم برنامه نوروز فوتبالی با اختلاف عباد موفق شد که بهترین بشه در ترکیب ترین های فصل قبل یا سال 1400 قرار بگیره. اول میخوام احساسش رو بگه. اول از همه خیلی خوشحالم بابت اینم و خیلی ممنونم از همه مردم، هواداران عزیز، همه کارشناسانی که من لطف داشتم و منو انتخاب کردم واسه این پست و از همهشون ممنونم و امیدوارم که لایق این پست باشم. امیر حسین، فکر میکردی به این سرعت به تیم ملی دعوت بشی؟ من یه بارم گفته بودم این چیزی دور از دست و دور از انتظار نیست واسه من. من همیشه تو آن واحد تلاشم رو کردم و پله پله رفتم جلو و همش رو سپردم به خدا. اگه قرار اتفاقی هم بیفته از خدا خواستم که همش کمک هم کنه و الانم از این بابت خیلی خوشحالم، ولی یه چیزی واسه من تا الان دور از دست نبوده. اولین یه چیزی دیگه من پیرامونش بپرسم، اولین بازی ملی چه حسی داشت؟ هرچند کم، ولی چه حسی داشت؟ دقیقاً خیلی 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 حس خوبی بود. حالا درسته اولین بازی ملیم جوری بود که تیم باخت، ولی خب واسه خودم خیلی خوب بوده، خیلی خوشحال بودم که اتفاق واسم افتاد و همه بازیکنها، خود آقای اسکوچیچ، پاد فنی، همه بهم تبریک گفتم بابت این. من خودم خیلی خوشحال بودم، ولی دوست داشتم که با برد حداقل شروع بشه بازی ملیم، ولی خب اشکال نداره، انشالله بازی بعد جبران میشه. اماد، آقای حسین‌زاده، چقدر چند فصل دیگه با استقلال قرارداد داری و فصل آینده رو در استقلالی یا؟ من فعلا یه سال دیگه با استقلال قرارداد دارم و فعلا تمام تمرکزم واسه فصل جدید، یعنی فصلی که هستیم توش، یعنی همین آن واحد که واسه قهرمانی داریم می‌جنگیم و همه تمرکزم واسه این فصل دارم، تصمیم واسه فصل بعد نگرفتم. پیشنهادی داشتی؟ نه، من میگم فقط همه تمرکزم فعلا اینجا بوده، پیشنهادی هم دریافت نکردم. موفق باشی. در مورد بازی با از کره رد شیم، بازی مقابل لبنان، امیر حسین، به هر حال تحلیل های مختلفی هست. یه سری میگن آقا ما دیگه سریع ترین صعود رو داشتیم، رفتیم جام جهانی، حالا
شاید باید مقابل کره برنده میشدیم که همچنان صدرنشین بمونیم، اما این اتفاق نیفتاد. الان دیگه بازی با لبنان این فرصت رو به بازیکنای بدیم که حالا نیمکت نشینن، جوانترن، این فرصت بازی براشون باشه. میخوام ببینم تحلیل خودت از تمرینا، بالاخره بازیکن میتونه متوجه بشه که آقا تو ترکیب اصلیت یا نه. احساست رو بگو، داستان به چه شکله به نظرت؟ والا مثلا بازی کره ما همه یعنی خیلی دوستش بازی ببریم و کل ادنام جذب کرده بودیم، یعنی همه با هم دیگه اصلا یه دل شدن که بازی ببریم، یعنی واقعا بازی بردم رفته بود زمین، ولی خب متاسفانه نشد و این بازی هم واسه برد میریم تو زمین و تمام تلاشمونه میکنیم. واقعیتش هنوز هیچ مشخص نیست درباره این که کی بازی میکنه کی بازی نمیکنه، هنوز مشخص نیست، ولی خب کادر فنی بهترین تصمیم قطعا خواهند گرفت واسه این بازی. اشاره کردم تو پست خودت بهترین شدی، به نظر خودت تو دنیا تو پست خودت بهترین بازیکن جهان کیه و الگوت اساسا کیه؟ من یه بار گفتم من بازی کیزا خیلی خوشم میاد، یعنی کلا خیلی سرک بازیشو دوست دارم و اینا، ولی تو پست نرسید دیگه، یعنی اونجا نمیتونی ببینیش اگه هم گروه آره. درصد میشدیم با ایتالیا متاسفانه آره قسمت هم نشد ببینیمش، ولی احساس میکنم تو پست حالا پشت مهاجم فکر کنم یعنی یکی از بهترین فکر کنم دیبروینه باشه اگه اشتباه نکنم من دیبروینه همچی، ولی خب کلا آره احساس میکنم تو پست پشت مهاجم سایه که بهترینه. ایتالیا هست شد قسمت نمیشه بازیکنای تیم ملی ایتالیا رو ببینی، اما چند روز پیش یه مصاحبه ازش عباد من دیدم و شنیدم که گفته بودی دوست داری آقا کریم باقری رو ببینی، به نظرت این اتفاق میفته؟ آقا کریم هم که دیگه اضافه شده به اردو تیم ملی. دیدم دیدیشون؟ بله دیدم. امروز دیدی؟ بله آقا کریم امروز دیدم باشون هم سرمایه کردم و... خب احساستو بگو وقتی آقا کریم رو دیدی. لحظه دیگه والا خیلی هنوز با ارتباط نگرفتیم، هنوز خیلی با ارتباط نگرفتیم، وگه از یه سمت هم که همشهری هستیم خیلی دوست هم، حالا یکم رابط بریم جایتا شد رابط هم بهتر شد فعلا، ولی خب فعلا از ارتباط خاصی باشون نگرفتم اون در حد که اول تم میدم ایشون. من یه سوال ازت دارم، شما یک رکوردی رو همین فصل داری، 5 تا گل زدی، بازیکن جوون باشگاه، 23 تا بازی لیگ هم بازی کرده، در تمام بازی ها هم حضور داشتی، حس خودتو بگو در استقلال، خیلی حالت خوبه؟ خیلی حال بازی کردنت خوب؟ خب اول از اینکه خدا رو شکر میکنم که حالا این نصیب من شده که تا الان یکی از مهرهای حالا تیم بودم و یکی از مهرهای تاثیرگذار تیم بودم، حالا تصمیم کادر فنی بوده اگه من تا الان بازی کردم و اگه بازی هم بیرون نشستم بازم تصمیم کادر فنی بوده و هر جا که من احساس کنم نمیتونم به استقلال کمک کنم قطعا میشم نیمکت و بازی بازیکنای دیگه بازی کنم، ولی هر موقع کادر فنی سلط دیدم بازی کردم و هر چی هم که داشتم گذاشتم تو بازی. خیلی سوال خوب. من خیلی کوتاه، آقا قرعه کشی بشه دوست داری با کدوم تیم توی جام جهانی هم گروه باشه؟ اون تیمه که دوست داری تو گروهمون باشه؟ فوقیتش نمیدونم دقیق چه تیمی رو بگم، دوستان پرتغال کدوم تیم هستی تو اروپا؟ قطع شده اومدنشانه توی اروپا؟ آره من بارسلونا بودم که بارسلونا نه ملی داریم صحبت میکنیم، همین صحبت کنیم کدوم تیم رو دوست داری؟ آره کشور برزیل. تو اروپا برزیل؟ پس اون آمریکای جنوبی امیر حسین تو اروپا؟ نه تو آمریکا، تو آمریکا برزیل، آمریکا کلاً دارید میگه اگه نه تو نه. اروپا من تو اروپا اشکال نداره، پس دوست داری با برزیل هم گروه بشیم؟ جالب شد داستان، یه لحظه الان میخوایم گروه قرعه کشی کنیم، دوست داری با برزیل هم گروه بشیم دیگه؟ خب دو تا دیگه داریم، دو تا دیگه انتخاب کن. انگلیس آقا این چه گروهی انتخاب نکن بلش کن دیگه سخت تر از خب دیگه آقا گفتی یکی هم بعد از آفریقا انتخاب کنی، ساحل هاج هم بذار اون ته آفریقا، مصر آفریقا، مصر آره مصر آفریقاست، اومدی تهران با هم حتما یه دوره جغرافیا کار میکنیم، مصر آفریقاست آره. نه خب سوال اول تو من فکر کنم کل قاره رو میگید، متوجه شدم که فقط فکر کنم اشتباه از من بود امیر جان، اشتباه از من بود، داریم سر به سرت میذاریم شما در شما ما بالاخره برنامه حال هوای نوروزی داره آره. خنده شما برنامه بسیار برزیل و انگلیس و مصر و ایران به امید خدا یه ذره سخت نی؟ و ایران دیگه آدم تا سختی نشه که سختی نکشه که اصلا
جور در نمیاد. خیلی هم خوب، ما از الان دو دقیقه فرصت داریم. من میخوام در مورد شهرآورد، قاب خاطر انگیزی که به حال همین چند هفته پیش به پایان رسید، اگر چیزی تو ذهنت مونده برامون بگی امیر حسین. اول که خب خیلی دوست داشتیم بازی رو ببریم و یه گام خیلی بزرگ واسه قهرمانی برداریم، ولی این اتفاق نیفتاد. ولی از این بابت که حالا بازی کردم خیلی خوشحال بودم، دوست داشتم به تیمم کمک کنم حالا تو چیزای دیگه، ولی خب حالا نشد، حالا تو امر گلزنی یا حالا پاس گل ولی قسمت نشد. ولی ان شاء الله تو بازی بعد با حضور تماشاگر دلنشین بود. ببخشید متوجه نشدم. با حضور تماشاگر حس تو بگو. درسته، شهرآورد با حضور تماشاگر با درسته یه ذره احساس کردم واسه من جو واسه من شاید سنگین بود. خب من تا حالا اولین بار بود که حالا ظرفیت ورشام تازه کامل پر نشد. آره با ظرفیت کامل هم واسه من احساس کردم سنگین بود، ولی خب رفته رفته همه چی اولش ذره شاید سخت بشه، رفته رفته قطعا با تماشاگرم وقت پیدا میکنم و خیلی هم خوب میشه واسه من. ولی این بابت تماشاگرها باز تونستن بیان تو ورشام خیلی خوشحالم. امروز هم فکر کنم تو سایت باشگاه اعلام کردم و از این موضوع خیلی خوشحالم. سلامت باشی. خیلی هم خوب امیر حسین. دو تا سوال میپرسم خیلی کوتاه لطفاً. ارزشمندترین بازیکن استقلال کی بوده تو این فصل؟ به نظرم همه بازیکن‌ها ارزش بودن، فقط به نظر من کوین یامگا. مرد سال بله مرد سال فوتبال ایرانو کی انتخاب میکنی؟ در سال 1400 لیگ ایران باشه کل بازی کنه؟ نه لیگ برتر، فقط لیگ برتر، کاری به لژیونرا نداریم. لیگ برتر. خب فقط لیگ برتر. لیگ برتر خودت هم میتونی بگی یا سید حسینی دروازه‌بان تیم استقلال و خب الان هم که بله تیم ملی هستش. و در نهایت بین استقلال و پرسپولیس کدام تیم شانس بیشتری برای قهرمانی داره؟ خب توی کاغذ بخوای حساب کنی، خب چون که مال تیممون هم 6 امتیاز بالاتر قطعا شانس اول ما این، ولی خب ما تمام سعیمون رو می‌کنیم و به این اکتفا نمی‌کنیم، به تمام سعیمون رو می‌کنیم که امتیازارو جمع‌آوری کنیم و با قاطعیت قهرمان بشیم. برات سال بسیار خوبی رو آرزو می‌کنم. ممنون که وقت دادی به برنامه نوروز فوتبالی و امیدوارم مقابل لبنان هم بازی کنی یا گلم بزنی و شادی گلتو تقدیم کنی به مردم ایران. ممنون که توی ارتباط شرکت کردی. مرسی، ممنون از برنامه خوبتون. خدا نگهدارت باشه. شما ممنونم، چه سال خوبی داشته باشی. خداحافظ. شما هم سال خوبی داشته باشی. خدا نگهدار. خیلی متشکرم که تماشامون کردید. گفتگو با امیرحسین حسین زاده. بعد خداحافظی کنید. بله لطفاً شرکت بکنید، رای بدید، مشارکت کنید تا فردا ساعت 17. متشکرم که تماشامون کردید. خدا نگهدارتون باشه. بله. گزینه‌ها رو هم ببینیم. احمدزاده امیری، ترابی، صادقی، قائدی، یامگا. ممنون که نوروز فوتبالی رو تماشا کردید. خدا نگهدارت. عیدتون مبارک باشه. خدا نگهدار.